الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران، امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال هر روز و هر لحظه زندگیتون زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. با شما هستیم با ترجمه معانی آیات سوره دیگر از کلام الله مجید، سوره مبارکه الحاقه، 69 سوره کلام الله مجید که در مکه مکرمه نازل شده است. سوره مبارکه الحاقه در باره قیامت هست و الحاقه یکی از نامهای قیامت هست. الله متعال در این سوره میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحق، آن خبر حق و راستین، از حق گرفته شده. الحق، آنچه که حق، آن خبر و رخداد حق و حقیقت و راستین. ملحق، چیست آن رخداد حق و حقیقت و راستین؟ و ما ادراک ملحق، و تو چه میدانی ای پیامبر من و ای مخاطب قرآن که آن رخداد حق و حقیقت و راستین چیست؟ کذبت ثمود و عاد بالقارعه، قوم ثمود که قوم حضرت صالح علیه السلام بودند و عاد که قوم حضرت هود علیه السلام بودند، تکذیب کردند پیامبرشان را. در کذبت ثمود و عاد بالقارعه، درباره خبر درهم کوبنده ای که بونها گفته شده بودن. قارعه هم یکی از نامهای قیامت هست، چون در هم میکوبه همه چیز رو، اون اتفاق عظیم. قوم ثمود و قوم عاد تکذیب کردند قارعه رو، اون خبر روز قیامت، اون در هم کوبیده شدن عالم رو در روز قیامت. فاما ثمود، نتیجه این تکذیب چی شد؟ اینهایی که تکذیب کردن چی شد؟ فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه، اما قوم ثمود هلاک شدن با یک صاعقه بسیار سرکش، همه اونها رو رعد و برق آمد و از بین برد قوم ثمود. و اما عاد فاهلکوا، و اما عاد، قوم عاد، قوم حضرت هود علیه السلام وقتی رسالتش رو قبول نکردن، فاهلکوا بریح صرصر عاتیه، هلاک شدن با یک باد و طوفان سرسر سرد، بسیار سرد و پر سر و صدا، و عاتیه سرکش، یک طوفان باد شدید و سخت و سرد و پر سر و صدا آمد به سراغ اونها. سخرها علیهم، الله متعال مسخر کرد این باد رو بر اونها، این طوفان رو، این طوفان وحشتناک رو. سبع لیال، 7 شب، و 8 ایام حسوما، و 8 روز متوالی، 7 شبانه روز متوالی، 7 شب و 8 روز، یعنی صبح این روز شروع شد و 7 شب ادامه پیدا کرد و پایان روز 8 به پایان رسید. 7 شب و 8 روز پشت سر هم، تصور کنید، یک باد شدید و بسیار سرد و پر سر صدا و مهیب، و اون سرمایی که در او بود و اونجا که در مسیر با خودش آورده بود از ریگ ها و شن ها و ماسه ها به سمت قوم عاد، 7 شبان روز متوالی میوزید.
و همه قوم رو از بین برد و هلاک کرد، بلا استثناء همه اینها از بین رفتن. فتر القوم فیها، می دیدی قوم رو در این طوفان، بعد از این طوفان سرعا که افتادند، که انهم گویی که آنها اعجاز و نخل خاویه، تنه های نخل خرمایی هستند که به زمین افتادند. قوم عاد بسیار شخصیت های تنومند و قد بلندی بودند، به مانند نخل خرما دراز بودند، طولانی بود قد اونها و خیلی طولانی بود، ارتفاعشون چندین متر بودند، به مانند درخت های خرمایی، تنه درخت خرمایی که افتاده باشه و تو خالی باشه، اینها به زمین افتاده بودند. فهل ترا لهم من بقیه، آیا اثری از آنها میبینی؟ چیزی از آنها باقی موند؟ قوم عاد قومی بودند که در قرآن کریم میفرماید الم ترا کیف فعل ربک بعاد، آیا ندیدی که الله متعال با قوم عاد چه کرد؟ ارم ذات العماد، اونهایی که بنا میکردند بناهای بسیار عظیمی رو در بلندهای کوها میرفتن و کاخها و برجها میساختن، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، و اون بناهایی که به مانند اونها در سرزمین ها ساخته نشد دیگر. اهل صنعت بودن، اهل تجارت بودن و در داخل کوها خانه ها میتراشیدن برای خود. اینها بسیار قدرت داشتن، بسیار توانمند بودن، بسیار رونق داشت زندگی اونها، اما الله تعالی میفرماید همه اونها از بین رفتن. فهل ترا لهم من بقیه، آیا کسی از آنها باقی مانده است؟ کجا رفتن؟ و جاء فرعون و من قبله، فرعون آمد، فرعون با اون کبکبه و دبدبش، با اون اهرام مصر و فرعونهای فراوان بودن، و من قبله اونایی که قبل از اون بودن، و المؤتفکات و اون شهرها و قریه هایی که فرو ریختن و از بین رفتن و هلاک شدن، اشاره به قریه ها و شهرهای قوم لوط داره که جبرئیل امین علیه السلام آمد و بالش رو زیر اونها داد و بلند کرد و اونها رو برعکس به زمین کوبید. و جاء فرعون و من قبله و المؤتفکات، فرعون، قبر فرعون و قوم لوط آوردن خطاهای فراوانی رو انجام دادن. و جاء بالخاطئه، و جاء فرعون و من قبله و المؤتفکات بالخاطئه، اینها خطاهای بزرگی رو انجام دادن، شرک کردن، کفر کردن، ظلم و ستم کردن، تعدی کردن. فعصوا رسول ربهم، مهمتر از همه که اینها از دستور فرستاده پروردگارشون سرپیچی کردن و عصیان و نافرمانی کردن. فاخذهم، پس الله متعال هم اونها رو گرفت، اخذت رابیه، گرفتی بسیار سخت و شدید، خیلی سخت و شدید اونها رو گرفت. اینها داستان تخیلی نیست، این حکایت هایی که قرآن برای ما و شما ذکر میکنه بخشی از زندگی بشر بر روی این کره خاکی است. این داستان ها حقیقت داره. یک روزی در روی این کره ای که ما الان زندگی میکنیم، اینها خود رو خدایان عالم میدانستن، ثروت داشتن، قدرت داشتن. امروزه هم خیلی ها در عصر و زمانی ما و شما غرور دارن و تکبر دارن و خودشون رو صاحب ثروت و قدرت و ملک و پادشاهی میدانن. اونها هم این کارو میکردن، اونها هم به دنبال عزت، قدرت، ثروت، مال و نعمت بودن، اونها هم به دنبال شهوت و شهوت رانی ها و ثروت اندوزی ها بودن. کجا رفتن؟ اثری از اونها هست؟ جز برخی بناهایی که از اونها باقی مانده، خود اونها کجان؟ خود اونها کجا رفتن؟ 200 سال بعد، 300 سال بعد، 400 سال بعد، 1000 سال بعد، من و تو میشیم داستان تاریخی که باز 1000 سال بعد تعریف خواهند کرد، همونطوری که من و تو الان از 2-3 هزار سال قبل تعریف میکنیم و قرآن کریم برای ما ذکر میکنیم.
این حکایت برای من تو هم تکرار خواهد شد. 200 سال پیش روی این زمین هیچ کدوم از انسان‌های کنعان هستند نبودند و همینطور اگر پیش بره 200 سال بعد هیچ کسی از اون کسانی انسان‌هایی که الان روی زمین است باقی نخواهد ماند. این زمین نه مال اونها بود، نه مال من و تو است. نه ساکنان حقیقی این زمین آنها بودند و نه من و تو، و نه این زمین جای ماندن است و خود زمین هم یک روز از بین خواهد رفت. ولله میراث السماوات والارض، الله متعال آسمان و زمین رو به ارث خواهد برد. هر آنچه در این آسمان و زمین است از آن الله متعال است. ثروت هایی که امروز در اختیار مردم روی زمین است 200 سال پیش در اختیار کسان دیگری بود و 200 سال بعد در اختیار کسان دیگری خواهد بود و من و تو خواهیم رفت و ذکر و نامی فقط از من و تو باقی خواهد ماند، به خوبی و یا به بدی. پس مواظب باش که من و تو بدی رو برای خود باقی نگذاریم. قبل از اینها نوح علیه السلام آمد و 950 سال قومش رو دعوت کرد. فما امن معه الا قلیل، انسان‌های بسیار کمی با ایمان آوردند. الله متعال می‌فرماید ان لما طغى الماء حملناكم في الجاريه، من الله بعظمت بودم که وقتی آب طغیان کرد و بالا آمد و بالا آمد از اون حدش بیشتر شد، حتی به دستور الله متعال حملناكم في الجاريه، من در اون کشتی که جاری بود روی آب و حرکت میکرد آب اجداد شما رو حمل کردم، من الله با عظمت بودم نجات دادم. اشاره به این داره که نگاه کنید، یادتون باشه که طوفانی آمد و همه رو از بین برد به جز اونایی که در کشتی سوار شدن. لنجعلها لکم، تا درسی باشه برای شما آن کشتی، تذکراتن، پندی که تعیها اذن واعیه، پندی باشه و به خاطر بسپارن خوب در با گوش شنوا اون رو به خاطر بسپارید. تعیها اذن واعیه، گوشهای شنوا اون رو بشنون و در داخل عمق وجود خود نگه دارن، گوش شنوا اون رو بفهمه و تعقل کنه و تدبر کنه. اینها گفته میشه به خاطر اینکه من و شما بشینیم و از سرگذشت دیگران عبرت بگیریم قبل از اینکه خودمون مایه عبرت دیگران بشیم. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية، تا پندی باشه برای شما و گوشهای شنوا این رو خوب بسپارن بیاد. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، پیش روی شما، اینا که ما رو گذشته بود، پیش روی شما یک اتفاقات عظیم اتفاق خواهد افتاد. اون لحظه ای که در صور دمیده بشه، یک بار در صور دمیده شود و حملت الارض، صدای عظیمی که در عالم پخش خواهد شد. صور یکی از مخلوقات الله متعال است که ملک موکلی به نام اسرافیل علیه السلام وظیفه او دمیدن در این صور است. یک بار دمیدن صور باعث از بین رفتن این دنیا خواهد شد و دوباره دمیدن در صور سبب دوباره زنده شدن موجودات و انسانها و جنها در عالم دیگر و کیفیتش بر ما مشخص نیست. وقتی که اسرافیل علیه السلام در صور می دمد و حملت الارض و الجبال، و زمین کنده میشه از جای خودش و کوههای روی زمین، همه اینها از جا کنده میشوند و این زمین از بین خواهد رفت. فدکت دکت واحده، با یک لحظه، با یک به هم خوردن از بین خواهد رفت و متلاشی خواهد شد این زمین با این عظمت و این کوههای با این عظمت. فیوم اذ وقعت الواقعه، آن روز است که آن اتفاق عظیم اتفاق خواهد افتاد. اذ وقعت الواقعه، آن روزی که واقع می شود، آن واقعه و اتفاق بزرگ، پایان این دنیا، اون لحظه ای که از این دنیا منتقل می شیم به عالمی دیگر و پایان این دنیاست و شروع دنیای دیگر. و انشقت السماء فهی یوم اذ واهیه، و شق می شود آسمان ها، آسمان از هم شکافته خواهد شد. فهی یوم اذ واهیه، و آسمان اون روز بسیار سست خواهد بود، تمام این نظم و شگفتی از هم خواهد پاشید.
به همه چی از بین خواهد رفت. ستارگان و سیارات، خورشید و ماه و زمین و هر آنچه که ما در آسمان می‌بینیم همه از بین می‌روند. انفجارهای عظیمی اتفاق خواهد افتاد و پایان این دنیا خواهد بود. عمر این دنیا به پایان می‌رسد. و الملک و علی ارجائها، ملائکه رو خواهی دید که در گوشه و کنار آسمان هستند. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، آن روز بزرگترین مخلوق الله متعال که عرش نام دارد، عرش رو حمل خواهند کرد. هشت ملک عظیم، هشت ملک عظیم در روز قیامت عرش رو حمل خواهند کرد. اینها به نام ملائکه حملت العرش نامیده شدند و در سوره مبارکه غافر الله متعال اشاره میکنه به اونها، الذین یحملون العرش، کسانی که حمل میکنن عرش الله متعال. و عرش بزرگترین مخلوق الله متعال است، که الله متعال مخلوقی به عظمت عرش نیافریده است و عرش بزرگترین مخلوق الله متعال است که تمام آسمان ها و تمام آنچه که ما میبینیم در برابر او به مانند انگشتری است در بیابان و سقف جنت است و الله متعال مستوی است و قرار گرفته بالای عرش خود. عرش الله متعال رو اون روز هشت ملک حمل خواهند کرد که رسول الله علیه الصلاة و السلام فرمود این ملائکه به قدری عظیم هن که فاصله بین نرمی گوشت و شانه آنها، اگر با سریع ترین وسیله ها و مرکب هایی که دارید اگر بخواید طی بکنید فاصله نرمی گوش تا شانه یکی از این ملائکه رو 700 یا 800 سال طول خواهد کشید که این مسافت رو ما طی بکنیم. اینها ملائکه عظیمی هستند که چهار ملک در این دنیاست و رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمود در روز قیامت چهار تای دیگه اضافه خواهد شد و 8 نفر عرش الهی رو در اون روز حمل خواهند کرد. یوم اذن تعرضون، آن روز شما عرضه خواهید شد بر الله متعال. لا تخفى منكم خافیه، هیچ شیئی از شما بر الله متعال پوشیده نخواهد ماند. لا تخفى منكم خافیه، هیچ شیئی از شما بر الله متعال پوشیده نمیماند. روز سختی خواهد بود. اون روز روزی است که هیچ چیزی پنهان نیست بر الله متعال. یوم اذن تعرضون، آن روزی است که همه به پیشگاه الله متعال حاضر میشن. در صحرای محشر همه انسان ها حاضر خواهند شد و کارنامه اعمال انسان ها به اونها داده خواهد شد. و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب، و به اونها وقتی که گفته میشه که بخوان اقرا کتابک، بیا بخوان کارنامه اعمال خودت رو، کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا، امروز تو خودت قاضی محکمه خود باش و درباره کارنامه اعمال خودت قضاوت کن و خودت درباره خودت نظر بده. وقتی که نگاه میاندازه انسان به کارنامه اعمالش میگه که یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، این چه کتابی است، این چه نامه است که هیچ چی رو در او فراموش نشده است و فروگذار نشده است. هر صغیره و کبیره، هر کوچک و بزرگی در او نوشته شده. اون روز ملاقات با الله متعال خواهد بود. همه ما یوم اذن تعرضون، عرضه می شویم یکی یکی به محضر دادگاه عدل الهی حاضر خواهیم شد و هیچ چیزی از الله متعال مخفی نیست و تمام آنچه که داشتیم به ما نشان خواهند داد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هر کسی که ذره کار خیر کرده باشه خواهد دید و هر کسی که ذره کار بد کرده باشه خواهد دید. آن روز جایی برای این کار نخواهد بود. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اگر انسان بخواد دروغ بگه و چیزی رو انکار بکنه، مهر بر زبان و دهان انسان خواهد خورد و دست‌ها و پاهای انسان به حرف میان و شهادت میدن درباره آنچه که انسان انجام داده و بر علیه او، حتی
پوست بدن انسان شروع میکنه به شهادت دادن. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، و با تعجب به پوستهای خود میگن به پوست بدنشون چرا دارید شهادت میدید؟ بر علیه ما، بر علیه خودتون چرا شهادت میدید؟ میگن انتقن الله الذي انتق كل شيء، اون ذاتی که همه چی رو به سخن آورده ما رو به سخن آورده است و نمیتونیم چیزی رو مخفی بکنیم. یوم اذن تعرضون لا تخفى منكم خافیه، آن روز در دادگاه عدل الهی در پیشگاه الله متعال هیچ چیزی مخفی نخواهد ماند. آنچه که پشت دیوارهای بسته در زندانها اتفاق افتاد به دست ظالمان متجاوز ستم پیشه در طول تاریخ بشر، همه و همه آشکار خواهد شد. آه مظلوم، فریاد اون مظلومی که زیر چکمه ظالم در داخل زندانها و بازداشتگاهها داشت فریاد میکشید، اون روز همه فیلم و اون صحنه پخش خواهد شد. چیزی مخفی نخواهد ماند. چه فریادهایی که مخفی مانده است در پشت دیوار زندانها، و چه فریادهایی که به خاطر از دست دادن جان و یا ناموس و یا شرف و آبرو و مال به آسمان رفته است، اما انسانها از آن بیخبرند. چه ظلمهایی که نشده در پشت درهای بسته، چه جنایتها و تجاوزها و تعدیهایی که اون روز یوم اذن تعرضون لا تخفى منكم خافیه، آن روز همه چی عرضه خواهد شد، هیچ چیزی مخفی نخواهد ماند. چه جنایتهایی که اتفاق نمیفته وقتی چند نفر در پشت در بسته ای دستیسه میکنند درباره شخص دیگری یا گروهی یا ملتی و خیانت میکنند، جنایت میکنند، پشت پرده میان و وطن فروشی میکنند، شخص فروشی میکنن، ملت فروشی میکنن و دوستانشون، آشنایانشون، خانواده خودشون، عزیزانشون رو به بهای ناچیزی میفروشن. اینها یوم اذن تعرضون لا تخفى منكم خافیه، اون کسی که بر علیه کسی دیگری دسیسه کرده بود، ظلمی کرده بود، حقش رو خورده بود، جنایتی کرده بود، بد کرده بود، بد گفته بود و اون هیچ وقت خبر نشد، هیچ وقت نفهمید که قاتلی این عزیز من کی بود، هیچ وقت نفهمید که این ضربه رو از کجا خورد، اما اون کسی که این کار رو کرده میداند. یوم اذن تعرضون لا تخفى منكم خافیه، آن روز به پیش الله متعال عرضه خواهد شد و هیچ چیزی از شما مخفی نخواهد ماند، چیزی مخفی نخواهد بود. آنچه که نوشته شده و نوشته نشده، آنچه که گفته شده و گفته نشده، آنچه که شنیده شده و شنیده نشده، آنچه که به تصویر کشیده شده و به تصویر کشیده نشده، همه اینها، هر آنچه که اتفاق افتاده، چه مردم با خبر باشن چه بی خبر باشن، الله متعال با خبر است. فیلم اینها ضبط شده، همه اینها روزی در پیشگاه دادگاه عدل الهی مطرح خواهد شد. چقدر زیباست وقتی که مظلوم میبینه که چگونه الله متعال از ظالم ستم پیشه‌ای که در خلوت به او ظلم و ستم و تجاوز و تعدی می کرد انتقام می گیره و حق به حقدار می رسه. اگر این قسمت از عالم نبود، اون دادگاه عدل الهی که انسان به پیشگاه الله متعال حاضر می شه و ترازوی عدل الهی و نضع موازین القسط، ترازوی وزن عدالت الهی گذاشته خواهد شد، اگر اون عدالت نبود زندگی برای انسان بسیار سخت بود. مظلوم کجا باید داده ظلمی که بر او رفته رو دادخواهی میکرد؟ انسانی که حقی از او ضایع شده کجا باید حق خود رو به دست می آورد؟ کجا بود کسی که حق او رو بگیره در این دنیای پر از ظلم و ستمی که فریادهای میلیون ها نفر هر روز به آسمان بلند است؟ اما الله متعال به ظالم فرصت میدهد. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، گمان مبر که الله متعال از آن چه که ظالمان انجام میدهند غافل است. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، با آنها مهلت میدهد، به تأخیر میاندازد عذاب آنها رو در روزی که چشمها خیره خواهند شد و سرها به سمت آسمان بلند است و نمیدانند که چه کار بکنند. الله متعال به کافر مهلت میده تا بیشتر گناه بکنه و بیشتر عذاب بکشه، به فاسق و فاجر مهلت میده و یک روز انتقام همه اینها رو خواهد گرفت. نگران نباش، اگر بر تو ظلمی روا رفته است، اگر کسی حقی از تو رو ضایع کرده، اگر دستی دراز کرده به سمت جان
مال، ناموس و آبروی تو. کالله متعال یوم ایذین تو عرضون لا تخفى منكم خافیه. آن روز همه چی عرضه خواهد شد و هیچ چیزی مخفی نخواهد ماند. و الله متعال در آن روز حق را به حقدار خواهد رساند. نگران نباش. یک روزی همه ناعدلی ها، همه ظلم و ستم ها به سزای خود خواهند رسید و حق به حقدار خواهد رسید و عدالت جایگاه خود را پیدا خواهد کرد. و یکی از بزرگترین دلایل وجود قیامت همین عدالتی است که باید اتفاق بیفته. در عالمی که همه چیز را الله متعال سر جای خود خلق کرده، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، در خلق الله رحمان هیچ ناهماهنگی و رخنه‌ای وجود نداره، اما زندگی انسان‌ها می‌بینیم که خیلی جاها ظلم و ستم وجود داره و این ظلم و ستم باید در مسیر عدالت قرار بگیره و عدالت باید درباره او حکم بکنه و حق به حقدار برسه. و این سناریو و این مسیر در روز قیامت کامل خواهد شد، آن روزی که یوم اذن تعرضون لا تخفى منكم خافیه، آن روزی که در پیشگاه الله متعال عرضه خواهید شد و هیچ چیزی باقی نخواهد ماند. نگران نباش، الله متعال با توست و هر کسی که در زندگی به تو بد کرده باشه یک روزی باید تقاص او رو پس بده. پس هیچ نگران نباش از این که اگر فکر میکنی کسی حق تو رو خورده یا به تو ظلم میکرده، چون حق به حقدار خواهد رسید. یوم ایذین تعرضون لا تخفى منكم خافیه، آن روز عرضه خواهید شد و پیش الله تعالی چیزی از شما مخفی نخواهد ماند. فقط مواظب باشیم تا من و تو روز قیامت آنچه که از من و تو عرضه میشه سبب رسوایی و هلاکت من و تو نشه، چون هر چی که مخفی داریم الله متعال اون رو انجام خواهد داد. بیا تا قلبمون رو پاک کنیم. آنچه در قلب داری، احساست رو نسبت به دیگران، کینه رو کنار بگذاریم، بغض رو کنار بگذاریم، دشمنی رو کنار بگذاریم، چیز رو مخفی نکنیم که بر علیه ما استفاده بشه. در قلبمون، در زندگیمون، در خلوتمون چیزی نداشته باشیم که اگر فردا عرضه شد شرمنده بشیم، ضرر بکنیم. بگذار همه خوبی باشه، بگذار همه نیکی باشه، بگذار بفهمن مردم در روز قیامت که تو چقدر خوب بودی. خوبی کن و به کسی نگو، بگذار روز قیامت همه بفهمن. یوم اذن تعرضون لا تخفى منكم خافیه، هیچ چیزی از تو پنهان نخواهند ماند. اون روز همه چیز رو الله متعال نشان خواهد داد، هم خوب رو و هم بد رو. بگذار بدی اون روز سزای خود را ببیند و خوبی های خود رو بگذار برای آن روز تا همگان بفهمن که تو خوب بودی. یک روزی این اتفاق خواهد افتاد. تو خوب باش و کاری به کار دیگران نداشته باش. الله متعال میداند چگونه با ظالمان رفتار کند. از اینکه تا این لحظه برنامه خود یاری کردید از همه شما عزیزان نهایت سپاس رو دارم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان برای متعال میسپارم. الله یارو نگهدارش. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني.